بعضی از قدیمی ها می رفتن دستگاه ها رو مثلا ماشین تراش سر و صدا کن رو روشن می کردن ولی کار نمی کردن، واقعا کار نمی کردن، چکش می زدن رو سندان. یعنی ما داریم کار در حال کار نمی کردن. دوستان ما در جزیره خارک اونا اصلا کشتی ها رو دیگه نفت بهشون تحویل نمی دادن. تعدادمون خیلی کم بود، شاید به انگشتان یه دست هم نمی رسیدیم. تبعیض هایی که در پالایشگاه آبادان بین کارکنان بود از اونجا ما آغاز کردیم و از اونجا شروع کردیم بحث رو بین سر استاد کارها. صدوقی پول میفرستاد که ما کمک کنیم به کارگرای شرکت هم، اونایی که پول ندارن. یا آقای مهندس مشتاقی بود یا آقای حدادی بود. در یه مقطعی اعتصابات کارگری و اعتصابات کارمندی با هم آمیخته شد. نفت به طرف قسمت‌های شمالی کشور نمی‌رفت و همین باعث می‌شد که رژیم در فشار قرار بگیره. پالایشگاه تهران، پالایشگاه تبریز، اینها پالایشگاه‌هایی بودن که بعد از پالایشگاه آبادان این کار رو شروع کردن. خب نفت خام تعطیل شد، پالایشگاه تبریز، همه پالایشگاه‌های شمالی خوراک نداشتن. فشار بین‌المللی برای انجام تعهداتش که پیش‌پرداخت‌های را امشا گرفته بود نمی‌تونست انجام بده و نفت خام بفروشه. در داخل هم نفت فراورده شده و تصفیه شده مثل بنزین، نفت سفید و گازوئیل وجود نداشت. نتیجه همه ارکان کشور معطل بودن. برای پرواز هواپیماها که بنزین خاص سبک می‌بردن و بنزین‌های ویژه‌ای که نیاز داشتن، اینها تولید نمی‌شد. زمینگیر بودن هواپیماها. حرکت قطارها که مازوت مصرف می‌کردن، اینها خیلی به ندرت انجام می‌شد. حتی ماشین‌های سبکی که نفت گاز مصرف می‌کردن، اینها حرکتشون مختل شد. فضای عمومی کشور به هم ریخت. خیلی از واحدها و وزارتخونه‌ها کار خودشون نمی‌تونستن بکنن. حتی تمیز کردن شهرها، حتی هر شاید که فعالیت‌های عادی داخل شهرها به اختلال کشیده شد. همین‌ها پایه‌های رژیم رو واقعاً لرزاند، سست کرد.